با درود دوباره به پیشگاه بینندگان، ایرانیان ارجمند، پارسی زبانان و دوستداران زبان پارسی. در گفتار پیشین اون چه بود راجع به این که اصلا زبان ارزش چیه اینا صحبت شد، بگذاریم اون بحث رو بستیم. ببینیم اصلا این زبانی که ما میگیم پارسی پارسیه، این زبان از کجا پیدا شد؟ اصلا این زبان، حالا گویش زبان فارسی درسته، اولا این توضیح رو من بدم که بشر یه خصلتی داره، عادت داره که نشانه های از خودش به جا بذاره. به همین دلیل در نوشته های غارها ما میبینیم اینجا نوشته های میدونن عکس هایی بوده، عکس گاو، عکس اسب، عکس غیره بوده. بعد بر روی درخت ها، حتی اونایی که بررسی کردن راجع به اینکه نژاد آریا از کجا اومده، به این علامت هایی که ایرانیان نخستین بر روی درخت ها گذاشتن پی برده بودن، اینا مسیرشون چگونه بود، حالا یا درخت ها یا زغال شدن یا هنوز موندن یا اینا، برای تک و توکی پیدا کرد. بعد این رفته رفته این عادت رو بشر که یک ایرانی هم از همونا بودن، حال چون ما زبانمون رو میخوایم بگردیم چیز زبان پارسی رو، یعنی ریشه زبان پارسی رو پیدا کنیم، این ایرانی ها آمدن و لوح‌های نوشتن، مثل همه چیزا در تمام دنیا هست، نوشته های بر روی سنگ ها نوشتن، بر روی لوح ها نوشتن و این نوشته ها کمابیش مونده. خب روشنه که در آغاز قابل خوندن نبود، رفته رفته دانشمندان اومدن اینو پیدا کردن، با خوندن اونها یک چیز تازه کشف شد و اون تاریخ بود. چون تا لوح‌ها رو نخونده بودن، تا بررسی‌های نشده بود، تاریخ رو نمی‌خوندن. اصلا چی تاریخ؟ تاریخ پدید اومد. وقتی تاریخ پدید اومد، یک بخش تازه‌ای در جهان پیدا شد. دعوا سر خود واژه تاریخ، آیا تاریخ فارسیه یا تاریخ تازیه؟ پاسخ اینیست که خود بزرگان عرب نوشتن واژه تاریخ از واژه های دخول در زبان عربیه، واژه هایی است که عربی نیست، آمده. ایرانیان بسیار بسیار کهن به علت اینکه تاریخ بسیار گنگ بوده و دور بوده و به دور از ذهن بوده و میخواستن وقت شهر بدن، میگفتن این تاریکه، تاریک خه بعد پیدا شد تاریخ. بنابراین باز هم میگم عربی سخن نگید، تواریخ غلطه. تاریخ ها در تاریخ های کنونی، تواریخ چیه؟ تواریخ نباید گفت، چون تاریخ عربی نیست که. ما عربی هم. عربی هم باشه ما جمع فارسی میبندیم، ولی خود عربا معتقدن که این از واژه های دخوله در زبان تازی. به هر حال این تاریخ پدید اومد. یعنی چی؟ با پدید اومدن تاریخ مسئله گذشته بشر یواش یواش روشن شد و بزرگترین چیز اول همین لوح‌ها بوده، تصویرها بوده. تصویرهای اولیه که در غارها پیدا شد، رفته رفته پایه بررسی های مردم شد. بشر اولیه نوشتن که نداشته که، حروف نمیشناخته که، الفبا نداشته که، با عکس حرف خودش میزده. بنابراین پیکتوگراف پیدا شد یا نگارگری، چهره نگاری این پیدا شد، یعنی با عکس همه چی رو میگفتن. یعنی زمانی که میخواستن درباره شکار صحبت بکنن،
عکس یه بز کوهی رو رو غار میکشیدن. وقتی میخواستن راجع به سوارکاری صحبت کنن اسب رو نشون میدادن، متاثر میشدن، میخواستن حالا تأثیر نشون بدن، یک چشم میکشیدن، یه اشکم از گوشش در حال چکیدن، یعنی گریه کردن، پیکتوگراف پیدا شد. و این است که اصل تصویرهایی که در مصر کهن پیدا شده به نام پیکتوگراف ها معروفه، یا چهره نگاری، چهره بگیره. پس این سرشت ول نکرد تا زمان که سخن گفتن ایجاد شد. بعد خط ایجاد شد که خود اون مبحث و گفتار گسترده ای داره. این خط های گوناگون از کجا پیدا شد، الفباها از کجا پیدا شد، اینا هر کدومش بحث ها و صحبت های گوناگون داره که هر کدوم از بحث یک روز ما خارج. بعد از این، بعد از اینکه تاریخ پیدا شد، خط پیدا شد، خب ناگزیر توجه آدمی به مسئله الفبا جلب شد، به زبان جلب شد. فهمیدن بابا زبان این نیست که بابا با بچه‌اش صحبت کنه، عمه بیاد با برادرزاده‌اش صحبت کنه. زبان یک چیز گسترده است، زبان بین همه افراد ملته، تا جایی که اصلا بزرگان و جامعه شناسان جهانی اومدن گفتن یک ملت تشکیل شده از چهار چیز: مرز واحد، زبان واحد، یعنی زبان واحد، ارتش واحد و حکومت واحد. شما ببینید آمریکا 50 کشور ایالت، خود استیت یعنی کشور، بی خود ترجمه کردن ایالت، کشوره. وزارت آموزش پرورش مستقل داره هر استیتی، نمیدونم اداره مالیات مستقل داره، نمیدونم همه چی مستقل. سه چهار چیزش مشترکه در تمام ارتششه، اداره آیارسشه، اون چیزا روابط بین المللیشه، هر استیتی نمیتونه با هر کشوری روابط بین الملل داشته باشه، اینا هست. یک زبان دارن، 50 کشور، 50 ایالت، 50 استیت امریکا انگلیسی زبان رسمی شونه. شما میتونی بری به شیشه مغازات فارسی بنویسی، آمریکا آزادی مطلقه. اما نامه ای که از طرف پست میاد، از طرف تلفن میاد در خونه، انگلیسیه. نامه ای که از طرف اداره آیارس میاد، انگلیسیه. اون زبان کامل، زبان این زبان. بدبختانه، حالا من نمیخوام وارد سیاست بشم، در حکومت کنونی ایران به چیزی که توجه نشده به زبانه. من اگه میتونستم وقت داشتم میگشتم توی همین کتاب خودم. یک انجمنی درست شده، انجمن ائمه جمعه جمهوری اسلامی، انجمن ائمه جمله، یعنی انجمن امام جمعه های ایرانی. خب میگن که دولت، حالا دولت چه جور دخالت میکنه، اون یک کاریکاتوری است که علایده نوشته. اینا هر کدوم از این جمعه در هر شهری در استانی یه امام جمعه دارن که اون امام جمعه هم خود حکومت تعیین میکنه، که به قول معروف نبض این اشخاص معمولی و عامی رو به دست میگیره. تو این آیین نامه نوشته زبان رسمی ائمه جمعه عربی است. ننگاوره. زبان رسمی ائمه جمعه عربی است. آقای حداد عادل از طرف آقای خامنه‌ای شده رئیس فرهنگستان زبان ایران. روح رضاشاه شاد باشه که آدمی که خودش سواد نداشت ولی برداشت، فرهنگستان دستور داد درست کردن. آقای حکمت و غیره نشستن فرهنگستان درست کرد. و بعد رئیس اون فرهنگستان آقای دکتر گل گلاب باشه، استاد اعجوبه زبان فارسی بود.
این فرهنگستان وظیفش این بود که واژه‌های تازی رو که در زبان فارسی از زمان صفویه، از زمان قاجاریه آمده در زبان ما، اینا رو تبدیل کنه به فارسی. از حق نگذاریم تا سال 1319 که اولین نشریه فرهنگستان چاپ شد، که اون موقع من در 12 سالم بود، عاشق این زبان بودم، اینو پیدا کردم. دیدم عجیب، اینا دقیق فکر کردن و جالبه اجتماع پذیرفت، قبول کرد این تازه‌های واژه‌های تازی، پارسی تازه رو به جای پارسی. مستنطق شد بازپرس. الان کسی نمیگه مستنطق. پارکه شد دادسرا. عدلیه شد دادگستری. وزارت طرق و شوارع شد وزارت راه. نمیدونم ارکان حرب شد ستاد ارتش. قشون شد سپاه. این ببینید پذیرفت ملت. تمام اینا فارسی شدن. بعد این فرهنگستان پس از رفتن رضا شاه، وسیله محمد رضا شاه، دوباره تجدید شد. اما یه مقدار یواش یواش این خودپسندان و این متملقان و این بادمجون دور قابچینا ماده اضافه روش گذاشتن. این کار خراب کرد. یکی از مواد این بود که هر واژه‌ای رو که فرهنگستان میپذیره، قبول میکنه. وقتی میگن فرهنگستان یعنی قولهای آشنا به زبان فارسی میپذیره، این دیگه فارسی دی. تازه میگفتن این باید بره شورای عالی فرهنگستان، یعنی شورای عالی فرهنگستان. من یه توضیح بدم تا روشن‌تر بشه. فرهنگستان 11 شعبه داشت. شعبه مهندسی داشت، شعبه دکتری داشت، شعبه کتاب‌های درسی داشت، شعبه روزنامه‌نگاری داشت. این شعبه‌ها اسم شعبه بود. تو هر شعبه هم 7-8 تا استاد نشسته بودن، واژه طرح می‌کردن، پیشنهاد می‌کردن، با هم دیگه بحث‌ها می‌شد، استادا قبول که می‌کردن، اون واژه‌ها رو می‌پذیرفتن و اون بخش، یعنی اون شعبه، فرق این شعبه کارشناسان جنگ، کارشناسان ارتشی، اینا میپذیرفتن، میدادن و به شورای عالی فرهنگستان. در شورای عالی فرهنگستان 11 استاد برجسته فرهنگستان نشسته. اینا رو بررسی میکرد. بعد تمام بررسی ها میشو و بعد که میپذیرفتن و دستی نمی نهادن که این درسته، اون وقت تازه ماده الحاقی درست کرده بودن که اینا باید بره دربار. خوب دقت کنید، اگر دربار امضا کرد، اون وقت بدید روزنامه ها و رادیو تلویزیون. چرا؟ من میخوام اینم، محمد رضا شاه بیشتر از استادان دانشگاه فارسی میدونست. به چه دلیل باید بره دربار؟ به چه دلیل؟ نگهبان زبان فارسی ایشون بود، فرهنگستان بود. چرا زمان رضا شاهی مسئله نبود؟ بعد این الحاق کردن، نه خوشمزگی کردن. دربار وقت نداشت برای این کار. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که تمام این واژه ها رفت دربار، مون تو بایگانی و جواب نیومد. کسی هم جرأتش بپرسه چرا؟ وقت هم نداشتن. از حق نگذریم، وقت نداشت. در ما هزاری یه جور کار داشت، داری مشکل داشت. حالا یاد میشه راجع به لغت مثلا عوامل یا نمیدونم عناوین با عنوانها استادای دانشگاه همه رو گذرونده بود در استاد. خلاص اینا موند تا نزدیکای اواخر در سال 1352
اون زمان من فعالیت هایی کردم در مورد زبان فارسی و مدیون روانشاد کسروی بودم، بعد استاد گل گلاب و آقای بهرام فرحوشی و بعد یه زنجیر مقالاتی من نوشتم در روزنامه ها مفصل، نه یه روز، نه دو روز، نه در روز، دو سه سال. یه روز زمانی که پست اداری دیگری داشتم و کار میکردم، اومدم منشی بهم گفتش که از طرف آقای دکتر صادق کیا به شما زنگ زد. صادق کیا رو من میشناختم، رئیس فرهنگستان بود، مورد احترامم بود، یکی از مردان برجسته، یکی از واقعا از آدمهای شریفی بود که من میشناختم. خوشحال شدم، فرهنگستان من زنگ زدم، دیدم آقای کیا گفتش شما بیاید اینجا، رفته بود. بالاخره روشن شد که آقای پهلبد رئیس وزیر آموزش عالی و وزیر فرهنگستان هم بود به آقای گلگلاب، به آقای صادق کیا گفته بود که این انقطاع کیه؟ گفتم بله، توی مقاله بمیزه. گفتم من مقاله چه میخونم، خیلی مستدل اینا، چرا این دعوت نمی کنید بیاد؟ گفت قربان، طبق قانون فرهنگستان کسانی میتونن بیان فرهنگستان که یک دکترای داشته باشن، هر رشته پزشکی، مهندسی، هرچی، و تخصص زبان هم داشته باشن. مثلا فرض کنید یارو وکیل دادگستری اما تخصص داشته، اینو ما میپذیرفتیم، قبولش میکردیم، میدادیم خدمت شما، تصویب میشد، میرفت تو قسمت مقننه قانونگذاری تو اون قسمت. یا ارتشی بود، تخصصش هم ارتشی بود اما زبان فارسی هم خوب میدونه، اون میبینید قسمت وزارت دفاع اینا. ولی ایشون دکترا نداره و ما هم درگیر این مسئله هستیم، اگر نه خودمون قبول داریم که ایشون. گفت شما تبصره من رو نخوندید، تبصره خودتون رو نخوندید، اونجا نوشته در صورتی که وزیر موافقت کنه میتونه دکترا هم نداشته باشه بیاد. گفت بله قربان، گفت من موافقم، بفرستید. ما رفتیم از فرنگستان شدیم. البته خب خیلی جوان بودم، سال 52 من شاید 31-32 سالم بود. دکترها و استادان اینا میشناختن من، دیده بودن مقدار من، نپذیرفتن. یعنی واقعا یه دو سه ماه اول با من کنار میکشتن خودشون. کم 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 به قول معروف خودمونو جا کردیم و رفته رفته این استادا پذیرفتن منا و در بحث ها شرکت شد و بسیاری از واژه‌ای که من پیشنهاد کردم خوشبختانه پذیرفته شد و رفت جزو همون برگه ها. و اینا رو من همه رو جمع کردم. الان هم وقتی من 7 سال اونجا تو موقع انقلاب بودم دیگه، بعد که اون زیر رو شد که همه چی رفت اینا، بعد از 7 سال که همه زیر رو شد ما اومدیم اینا، من بررسی های خودم رو نگه داشته بودم، اینا رو آوردم اینجا روش کار کردم. من یک کتاب نوشتم و بدبختانه هنوز چاپ نشده، البته اگر چاپ شه بخش چهارم کتاب در ژرفای واژه هاست، ولی کامله، کتاب کامله، 8000 لغت هست، فارسی های جانشین واژه های تازی، که البته اون گفتم جز اون گروهی بود که رفت دربار نایمه، اونام نایمه. تمام اینها در حدود 85000 واجب فرنگستان تصویب کرد. اینا توی زیرزمین های فرنگستان موند تا اجازت دربار بیاد. نایمه جمهوری اسلامی اومد، یه شب رعد و برق شد، بارندگی شدید شد، آب زد توی پیاده راه بالا، از پنجره چیز اون زیرزمین ها رفت توی اون زیرزمین، تمام اون 60000 لغت، 50000 لغت خمیر شد و نتیجه 40 سال زحمت از بین رفت. این نمیدونم اینا رو کی باید پاسخ بده. بعد افتاد دست جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی آقای حداد عادل رو خامنه ای مسئول فرنگستان کرد. چیه؟
پدر عروس آقای خامنه. آقای حداد عادل یک سال و نیم پیش در کویت اعلان کرد کویت اون رو پخش کرد، برای من فرستادن، من جوابشم دادم، در روزنامه‌ام چاپ شد، تو دهن آقای حداد عادل هم زدم و کسی توجه نکرد. ایشون در رادیوی کویت اعلان کرد، من به عنوان رئیس فرهنگستان ایران میگم که زبان فار، زبان ما، زبان ایرانی ها فارسی و عربی است. رئیس فرهنگستان ایرانی نمیگه. ببینید ما چه بدبختی داریم. زبان ما زبان فارسی و عربی است. مفصل صحبت کردم، پخش کردم، چاپ کردم، حاضرم، بازم دارم دیگه، نمونه هاشو دارم دیگه، فارسی و عربی. گفتم آقای حداد تو اصلا مفهوم زبان رو نمیدونی چیه، تو چه اطلاعات زبانی داری، تو حق نداری به زبان 80 میلیون 80 میلیون چیه 140 میلیون فارسی زبان در خاورمیانه است، تو حق نداری درباره اینا بگی زبان عربی است. ولی بدبختی این است که اون چی که الان در ایران هست فارسی و ایرانی نیست، کشور ما اشغال شده. به هر روی زبان ارزش فراوانی داره و باید در این زمینه صحبت های زیاده. خب من فقط میگم، به طور خیلی خلاصه میگم که زبان ما این از کجا پیدا شده؟ زبان ما، برخی معتقدند که گروهی از شمال دریای خزر کوچ کردن، آمدن و این زبان را آوردن به ما. البته این زبان به زبان امروز من و شما نیست، زبان پارسی پیش از باستانه، آوردن در اینجا، یعنی 6000 سال پیش. دسته دیگری معتقدند که نه، این زبان و نوشتار ما از فنیقی ها گرفته شد. شماره دیگری از زبانشناس ها معتقدند، من بیدید گروه ها رو میگم که بعضیش اصلا فقط اعلان کردن، فردا نگید که اونا هم اینو گفتن، نه، اینا رو من میگم. اینا گفتن که زبان ما از شمال قفقاز اومده، دوباره گفت. گروهی برانه که زبان ما از غرب کاپادوکیه اومده، یعنی ترکیه کنونی، و بعد اومده اینجا. برخی میگفتن نه، از جیهون اومده، از فرارود، از خارزم اومده، و این چون از اونجا اومده به همین دلیل میگن فارسی دری، یعنی فارسی دره‌ای. بعد خیال میگن که وقتی میگن فارسی دری یعنی فارسی درباری، نه، اینم یه تری، نه، فارسی دری یعنی فارسی دره‌ای، فارسی از دره بدخشان اومده. اینم تا اندازه بد نیست، برای اینکه بسیاری از واژه‌های کهن ما مال خوارزمه، از اونجا اومده. داستان زبان فارسی و ریشه های زبان فارسی فراوانه و مهمترین اونایی عده هستن که میگن این زبان از سانسکریت آمده. سانسکریت زبان هندی کهنه و میگن این مادر زبان فارسی کهنه و مادر بزرگ فارسی امروزی ماست و بهتره در این زمینه. در این زمینه هم وقتی بررسی شده دیده نه آقا، درسته این دوتا با هم هم دارن، ولی اون مادر زبان این دوتا خواهرن، اصل کل مادر اینا یکی دیگه. در هر حال این مسئله فارسی زبان، این چیزی که قطعی شده، شناخته شده، این است که این زبان جز خانواده ایندو یوروپیانه یا ایندو آریانه یا ایندو ایرانیان. قسمت خاوریش که خاورمیانه است ایندو آریانه. حرف بیشتری از این ندارم، باقی گفتارمو میره بر هفته های بعد. روز و روزگار بر شما خوش، تا درود دیگر بدرود و پاینده ایران.